حالا گفتگومون رو آغاز میکنیم. در خدمت آقای مرتضی سیمیاری، کارشناس محور مقاومت هستیم، و همینطور آقای ابوالفضل بازرگان، کارشناس مسائل بین الملل. آقای سیمیاری، ما در مدت که گذشت بعد از شرارت‌هایی که علیه کشورمون انجام شد، چه در کرمان، چه در تروری که در سوریه رخ داد در حومه دمشق، بارها از مقامات کشورمون می‌شنیدیم که ما پاسخ خواهیم داد اما در زمان مناسب و در مکان مناسب. چی شد که دیشب زمان مناسب تشخیص داده شد و چی شد که این دو مقر مکانی مناسب برای پاسخ ایران؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. ببینید، پاسخ مناسب در زمان مناسب و مکان مناسب استراتژی و دکترین امنیتی جمهوری اسلامی ایران در برخورد با دشمنه. زمان مکان مناسب توی این استراتژی و این راهبرد به معنای نقاط و کانونهایی هستش که دشمن توی اونجا آشوب آفرینی میکنه که هم ما از اون خبر داریم و هم دشمن ازش خبر داره. اما زمان مناسب زمان پاسخگویی ما هستش که ما از اون خبر داریم اما دشمن ازش خبر نداره. این راهبرد ما هست بکنه. خب ما تونستیم با این جریان برخورد بکنیم، یعنی این فرد حذف شد، یعنی یک مهره امنیتی که در پوشش شبکه‌ای داشت فعالیت میکرد و ما این رو حذفش کردیم، که این اتفاق خیلی اتفاق مهمیه. این فرد علاوه بر این که پوشش اطلاعاتی میداد، یعنی این که رصد اطلاعاتی برای دشمن انجام میداد، یک کار مهمتر هم میکرد، به عنوان بازوی اقتصادی رژیم صهیونیستی هم تو منطقه فعال بود. در واقع من گریزی بزنم به این نکته، ایشون دو سری شرکت رو تأسیس کرده بود. یه سری شرکت‌هایی بودن که شرکت‌های اطلاعاتی بودن که با سازمان سیا موساد همکاری می‌کردن. یک سری شرکت‌ها شرکت‌های اقتصادی بودن که اهمیتش برای ما بالاتره. این شرکت‌های اقتصادی شریان‌های انرژی رو انتقال می‌دادن به منطقه رژیم، به منطقه اشغالی. من حضرت آقا در دیداری که از دانشگاه هوا فضای عاشورا داشتن یک جمله بسیار مهمی رو اشاره کردن. ایشون فرمودن که ما باید شریان‌های رژیم رو قطع بکنیم، شریان‌های اقتصادی شد. عملیات درخشان 26 دی ماه بخشی از اجرای فرماندهی کل قوا بود و بخشی از این جریان شریان‌های اقتصادی اینها قطع شد. این بوده متفاوتی بود. بله، این اتفاقی بود. اتفاقی که در 26 دی افتاده و این مرکز کنترل یک متفاوته، یعنی حتی مثلا کشورهای بزرگی مثل آمریکایی‌ها هم حتی توانایی اینو ندارن که الان بتونن همزمان از یک نقطه، از یک مختصات دو تا کشور مختلف رو بتونن بهش حمله بکنن. این امکان براشون وجود نداره. اما ما تونستیم تو با سیستم پیشرفته C4I نه تنها این اقدام رو انجام بدیم و یک جدار آتش ایجاد بکنیم، بلکه این سیستم به صورت 360 درجه است، یعنی که همزمان نه تنها میتونه منطقه غرب کار بکنه، میتونه تو منطقه شرق هم کار بکنه، همزمان میتونه در شمال هم کار بکنه و این بنیه استقلالی و بنیه دفاعی ایران رو به شدت بالا میبره. در خصوص موشک‌ها چطور و محل اصابتشون؟ ببینید، این موشک‌هایی که استفاده شدن موشک‌های خیبرشکن هستن. این موشک‌ها یه چند تا ویژگی خیلی مثبت و متفاوتی دارن که استفاده شده تو این عملیات. اولش اینه که این موشک‌ها برای این موقعی که میخوان به هدف نزدیک بشن توانایی رو دارن که گلاید میکنن، یعنی بخوام فارسیش بگم سر میخورن. تقریبا وقتی که از مرکز عبور میکنن، از دیوار صوتی عبور میکنن، هیچ نیروی پدافندی نمیتونه جلوی اینها مقاومت بکنه. یه ویژگی مثبتی که دیگه‌ای که دارن این موشک‌ها این هستن که به سرعت میتونن مسلح بشن، یعنی در مدت زمان خیلی کوتاهی میتونن مسلح بشن. یعنی موقع آماده سازی برای آماده سازیش خیلی مسیر، بله خیلی مسیر خیلی کوتاه‌تری رو طی می‌کنه. ولی یک نقطه ویژگی دیگه هم داره. شما نگاه بکنید ببینید که حالا اگر تصاویرش رو داشته باشین می‌بینید که این موشک‌ها با وجود اینکه تقریبا محل اصابت موشک‌ها بله، بله، داریم بله، ما تصویرش بله. محل حمله در اربیل. ببینید این موشک‌ها تقریبا چیزی توی اربیل عراق و حالا به خصوص بیشتر نگاه هم روی ادلب هستش. این موشک‌ها توانایی رو داشتن که پیش از 1300 کیلومتر رو طی بکنن و بدون اینکه دوچار این بشن که از نظر فنی دوچار افت مسافت بشن، به نقطه مورد نظر اصابت بکنن. در واقع که یک چیز عجیب و اعجاب آور و جالب توجه در مورد اینا هستش که نقطه زنی اینا هستش. جا داره اینجا ما یاد بکنیم و درود بفرستیم به روان مطهر. این تصویرش رو میخوام همکارا پخش کنم، محل حمله در اربیل رو و دقت موشک‌ها. بله. فکر می‌کنم یک کوپری بوده که تصویر برداری کرده امروز
اون چیزی که برای من جالب به نظر می رسید اینه که فقط همون ساختمون هستش که مورد اصابت قرار گرفت. حتی زمین چمن و بله زمین چمنی که اطرافش هستش رو بهش آسیبی نزده، زمین بازی که اون سمت طرف سمت راستش هستش رو بهش آسیب نزده، اون مراکز مناطقی که اطرافش هستش رو آسیب نزده. دو لایه حفاظتی داشته این مقر، با عبور از این دو تا لایه حفاظتی تونسته به اون نقطه‌ای که می‌خواسته برسه. من درخواست می‌کنم از همکارانمون اون تصویری که محل حمله در اربیل دقت موشک‌ها هست این رو پخش بکنن. بله، این موشک به صورت کاملا نقطه زر عمل کرده، با سر جنگیش به راحتی جدا شده، سر جنگی چند هزار تونی داشته. بله همین تصویره دقیقا. بله و به راحتی تونسته به اون نقطه‌ای که می‌خواد اصابت بکنه. یه دقتی هم بکنید ببینید تمام مصالحی که اینجا به کار برده شده چیزه از نوع بتون مسلح هستش، اما از اون منطقه هم عبور کرده و توانایی اینو داشته که وارد این مقر بشه و این منطقه رو به صورت کامل تروریست‌ها رو پاکسازی بکنه. این یه ویژگی بسیار مثبتی هستش که در رابطه با این موشک‌ها میشه. جالبه یک روزی درباره این موشک‌ها گفته میشد که ایران ماکت داره به نمایش میذاره، گذشت دیدن نه این ماکت‌ها مثل اینکه پرتاب میشه، گفتن بیابان‌هایی رو هدف قرار میده. و حالا فکر کنم این تصویر گویای درود میفرستیم به روح مطهر شهید حسن تهرانی مقدم که در زمانی بود که در دوران دفاع مقدس ما در شرایطی که دشمن بعثی موشک‌های 9 متری رو در خیابان‌های 3 متری شهرهای ما میزد، ما حتی یه دونه راکت نداشتیم جواب دشمن رو بدیم، الان در یک موقعیتی قرار داریم که به راحتی میتونیم نقطه به نقطه دشمن رو رصد. آقای سیمیاری، این بحث پیامش رو شما در واقع چی فکر میکنید؟ در این سطح به این شکل عملیاتی که ایران انجام داده از نظر شما چه پیامی رو به بازیگران منطقه‌ای میده؟ ببینید عملیات 26 دی ماه رو به نظر من باید در دانشکده‌های نظامی و مراکز پژوهشیمون تدریس بکنیم. گاهی مواقع میگن که پیام‌ها مهمتر از عملکرد هاست. من برای اینکه پیام عملیات 26 دی ماه رو با یک مثال کوچیک توضیح بدم، ببینید از منطقه‌ای که ما موشک پرتاب کردیم در جنوب خوزستان به سمت استان ابلب در شمال غربی سوریه، فاصله تقریبا چیزی حدود 1300 کیلومتر. این فاصله از همون نقطه تا حیفا و تل آویو تقریبا همون 1300 کیلومتر. یه پرگار بذاریم از خرمشهر به چرخونیم یه مقدار پایین ادلب میرسه به حیفا و تل آویو. این پیام پیام روشنی است و مخاطبان آن اینو متوجه شدن. همون صبحی که به هر حال این مسئولین امنیتی اطلاعاتی رژیم صهیونیستی فعال شدن، در ابتدا اول سعی کردن که اصلا مسئله رو کتمان بکنن که یه همچین اتفاقی نیفتاده، بعد سعی کردن گفتن که نه آقا یه ویلایی بوده برای یه شخصی بوده، اما چند ساعت بعد شبکه بی بی سی اعلام کرد که یک مقر مهم پوششی موساد در اربیل تحت حمله قرار گرفته و پاکسازی کامل شده. خب این نشون میده که پیام ها هم از منطقه خرمشهر در جنوب ایران و هم از شمال غربی شمال شرقی از منطقه شمال شرقی ما به درستی به دشمن انتقال پیدا کرده. نکته شاید ابعاد جالبی هم داره در حالا سپاه انتخابی که صورت گرفته، میتونسته این موشک از هر نقطه در خوزستان شلیک بشه، اما وجه تصمیه خرمشهر و معنایی که برای مردم ایران و خصوصا طرف دیگه داره خب خیلی بله. اول بحثم اعلام بهتون گفتم عملیات 26 دی شاهکار مهندسی نظامی و اطلاعاتی ما، چرا که به صورت همزمان هم مقر تروریست‌ها رو منهدم کردیم، هم مغزهای متصل و منفصل اونها جعبه سیاه موساد رو از بین بردیم و هم یک پیام راهبردی برای دشمن فرستادیم که هر نوع کانون آشوبی که در اطراف مرزهای ما ایجاد بکنی پاسخش به صورت مستقیم خواهد بود و شما اون رو دریافت می‌کنید. نزدیک‌ترین جا حیفا